در یکی از گوشه های شهر حصار مجسمه کتاب پریزیدنت امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ پیدا می شود. اثر سال 2002 چاپ شده تاریخ مردم تاجیک را از 5000 سال پیش تا عصر 20 بازگو می کند. مجسمه از آهن و چوب ساخته شده زیر برف و باران خراب نمی شود. چرخ زیر تیمسال کتاب مجسمه را سیار می کند و در صورت ضروری از یک جا به جای دیگر انتقال دادن آن امکان پذیر می شود. حالا مجسمه در نزد حکومت حصار گذاشته شده است و مسئولین معارف علکه به خاطر به گفته‌شان تربیه احساس وطن دوستی و عرض احترام به زحمت های پرزیدنت شاگردان مکتب را نزد مجسمه می آورند. با نظر داشتی جایگاه معنوی کتاب پیشوای ملت تاجیکان در آینه تاریخ، ماموریت شعبه معارف تصمیم گرفت که تمثال این کتاب را در حجم نسبتاً بزرگتر به خاطر ترغیب غایه های وطن پرستی و تلقین افتخار ملی در یکی از کوچه های مرکزی نصب کند. این کتاب یک تانه بوده، آن 6 متر پهنی و 4 متر درازی دارد. مجسمه را گروه از آموزگاران مکتب پرزیدنتی با تشبث خود و با جمع‌آوری 12000 سامانی مبلغ صاحبکاران ساختند. به این کودکان گفتند که آموزش آثار پرزیدنت خیلی مهم است. پیشوای ملت نه تنها بعضی سیکوری بودنش، این کتاب های تاریخی را می نویسد. قانون های تاجیکستان ساختن مجسمه شخص زنده از جمله پرزیدنت را منع می کند، ولی مسئولین معارف حصار بنیاد تیمسال کتاب را ارجگذاری به پرزیدنت تلقی می کنند. مقصد از ساختن این مجسمه و تیمسال کتاب پیشوای ملت ترغیب غایه های وطن پرستی در بین نسل نورس و عمان جامعه محسوب می آورد. در طول 20 سال با مؤلفی امام علی رحمان 10 کتاب نشر شده است. منتقدان میگویند در تاجیکستان کش شخصیت پرزیدنت اوج گرفته تا هم اکنون ایجاد مجسمه های آثار او رسیده است.